خدافظ خسته نباشید. خدافظ آقا شریف. خدافظ خدافظ سلامت خسته نباشید. آقا شریف سلامت خوش اومدید. سلام سلام. هنوز ما غریبه ایم خواهر من. این حرفا چی میزنی شریف؟ نگران فرخی، منم میدونم. ها معلومه نگرانشم. نگران این رفت و آمدهای مشکوکشم. بی خود نگرانش نباش. خب او هیچی نمیگه. حداقل تو یه چیزی به من بگو. با میخوام کمکش کنم. بریم بهت میگم. سوار شو بریم. میگم میری صداش کن بیاد. بذار باش حرف بزنم. همین چیزایی که بهت گفتم بذار پای درد دل. داره با آتیش بازی میکنه. میفهمم. فرخم باید بدونه ما تنهاش نمیذاریم. هممون پشتشیم. این کارا قلدری بر نمیداره. بی خود شیرش نکن. خواهر من تو صداش کن. بذار ما باش حرف بزنم. حرف بزن. ولی یه جوری باش حرف نزنی که بهش بر بخوره. این روزا همه چی داره میریزه تو خودش. فقط واسه اینکه غرورش نشکنه. ما بلدم چطوری باش حرف بزنم. نگران نباش. یه جوری میکشونمش نخلستون به بهانه کمک. اونجا سر حرفو در میارم. حلال زاده ما اومد. سلام آقا فرخ. سلام آقا شریف، بفرمایید. صبر کن آقا فرخ، کار دارم. من برای دعوا نیومدم. بگو میشنفم. حقیقتش من این مدت دستنها این مرتضی هم دل به کار نمیبنده. تا هم که مرخصی گرفتی بیایی تو نخلستون کمکم کنی. ممنون که به فکر من هستی شریف جان. کیوان درس امتحانش تموم شده، میگم بیاد کمک. نه فرخ، خود تو میخوام. فردا صبح میام دنبالت. نشنفتی چی گفتم؟ فرخ دو تنها نیستی ها، یه خانواده، یه طایفه پشتتن. ممنون. فرخ اونی که فکر کرده بتونه با تو طرف باشه کور خونده. مثلا مهری قرار بود به کسی چیزی نگه. با قول خود دوامون سر جاشه، اما میتونی رو ما حساب کنی. همونطوری که ما یه عمر خوبی هات حساب میکردم. باور کن منتظر همچین لحظه‌ای بودم. هر کی بهت بد نگاه کنه چشاشو عکاسه در میارم برات. بیشم نوشه جونه مری؟ بله. تو نتونستی جلو دو مسخار زبونتو بگیری؟ رفتی همه چی گفتی؟ بابا خب هی میپرسه فرخ چرا نمیره سر کار. منم گفت هی خاندهشه میگه فرخ تو برو جلو، تو برو جلو، یه طایفه پشتته. مگه من میخوام برم جنگ خانم جون؟ جنگ نیست، دست کمی از جنگ نداره والا. بابا من خودم هنوز نمیدونم میخوام چه غلطی بکنم. خدا به داده ما برسه. ببین تو هم لازم نیست جار جنجال را بندازی، همه همسایه ها بفهمن من دارم چیکار میکنم. دست درد نکنه. شریف همسایه است دیگه. آقا جون زبونم لال، اگه یه وقت یه اتفاقی بیفته یکی باشه به داده آدم برسه. آخه فرخ من اگه نخوام این خانداداش شما به داده من برسه کیو باید ببینم؟ آن کی؟ سلام سلام. ببرم آمون شامتون بخونم. موردیم دیگه. اینو که خورده بابا در اینو بکن. ما این در بکن نداریم. اون چیه؟ خب کو بده خودم. تو اینو بگی اول. نمیخوام بده خودم بده. ای بچه بابا نمیاد. بله آقای فرخ و پارسا بفرمه. من یادتون میاد فرمایشتون رو یه بار پیش خدمتتون رسیدم.
ها به خاطر اون پرونده آمریکایی. ببخشید جناب، موضوع جدید پیش اومده؟ موضوع جدید نه، همون موضوع قدیمیه، همون مسئله آمریکاییه و بلاهایی که سرش آوردن. فکر کردم با رفتن آمریکایی‌ها دیگه همه چی تموم میشه. مسئله موقعی تموم میشه که تمام معماهاش حل بشه. من فکر می‌کنم قبلاً این سوال از شما کردم. فکر می‌کنی کی ممکنه یه همچین انگیزه‌ای داشته باشه که دست به همچین کاری بزنه؟ منم قبلاً خدمتتون گفتم والا نمیدونم. آخه همه این جارو جنجالا و شلوغ‌پلوغی‌ها به دختر شما برمیگرده. دعوای ناصر و کتک زدن پسر کنسول و مشکل فقط دختر من نیست. شما خودت تو این شهر زندگی میکنی، میدونی نظر مردم نسبت به آمریکایی چیه؟ نمیدونی؟ نظر با عمل فرق میکنه. کسی که دست به یه همچی کاری میزنه باید حتما یه انگیزه ای داشته باشه. مطمئن باش شما؟ بله. تو گزارش اومده اون شب که آتشخالا و کله ماهی‌ها رو می‌ریزن در خونه کنسول، طرف موتور داشته. پسر کنسول دست میندازه موتوریه رو بگیره، راهنمای موتور کنده میشه و میاد تو دستش. این راهنمای شما که کنده شده؟ این موتور یه سال کنجه این خونه افتاده، دست هر غذا دیروز تعمیرش کرده. تمام این خرابیاش اعمال یک دو سال پیشه. میشه اصل قضیه رو بگی؟ اون شب شما کجا بودی؟ هی بابا، یه موش آشغال چهارت کله ماهی اینقدر مهم شده؟ بله که مهمه، برای اینکه معنیش تهدید یه آمریکاییه. جواب منو بدید. شما داری منو متهم میکنی؟ ببینم، شما نبودید اون روز جلوی کلانتری پسر کنسول رو تهدید کردین؟ من فقط جواب حرفای بی ربطش دادم. میگفت اینجا به خاطر ما داره حق توحش میگیره. خدا وکیلی، خود شما بودی چی جوابشو میدادی؟ اون شب کجا بودید؟ پاسگاه کشیک. میتونی دفتر گزارشات پاسگاه رو ببینی؟ من میتونم یه سوال از شما بپرسم؟ صدفان رستمی خواسته این پرونده دوباره به جریان بیفته؟ اون به شما گفته من مظنون هستم؟ چند روز صبر کنی، دلیل واقعی این کار رو میفهمید. سلام آقا شریف، خدا قوت، مهمون نمیخوای؟ به آقا فرخ، چه عجب از این ورا که عزیزتر از شما. آقا چرا مهمون نخواییم؟ از که تلا عزیز شدی؟ شما همیشه عزیز بودی، حالا هم بیشتر. بریم یه مایلگاه برای درست کنم که با دستای خودم درست کردم از همین نخلا. بریم، خوش اومدی، خوش اومدی، صفا آوردی آقا فرخ. خوش اومدی آقا فرخ. عرق مایلگاه تو این فصل گرما بخوری حالت جا میاره. دست در نکنی. بفرمونش جونت. آقا شریف، اومدم سراغت ببینم چی کار میتونی برام بکنی. هر کاری که بخوای،
این زمین مال خودته. خدا رو شکر محصول امسال از هر سال دیگه بهتر بوده. خودت هم خوب میدونی دل به خرما بدی برکت بهت میده. نه منظورم این کارا نبود، میخوام ببینم اون خانواده و طایفه که میگی پشتمه قراره برای من چی کار کنه. آها قضیه همون رئیس پاسگاه، هرچی تو بگی. یعنی هر بلایی بخوام میتونی سرش بیاری اگه تو بگی. ها خدا رو شو که شناختی و فهمیدی چی کار است. اونو شناختم ولی تو رو هنوز نه. ما که مخلصتم آقا فرا، مخصوصا حالا که با این آدم در افتادی. باید حدس میزدم که هر کاری از دست تو برمیاد. منظوره چی آفرا؟ این بازپرس پرونده آمریکایی اومده بود سراغ من، دنبال سند و مدرک بود که گندکاری جلوی در خونه آمریکایی رو بندازه گردن من. من برم یه نوشیدنی بشین. گفت کسی که این کار کردی یه موتور داشته که توی ماجرا راهنماش هم شکسته. خب من چی؟ فکر کردی من خرم؟ نفهمیدم کار تو بوده؟ دست بردار فروخ، حرفای چی میزنی؟ ایجاد تشکر کردنته؟ مدعی شدی؟ مینه دی بعد شکار کردن؟ دونشو گذاشتن رو کلش انجا رفتن؟ شریف اگه بفهمن کار تو بوده میدونی چه بلایی سر خودت و خانوادت میارن؟ اه بکن بابا، اصلا معلوم هست تو طرفدار کدوم هستی؟ ما یه آمریکایی‌ها. من طرف قانونم، هر کی بی قانونی کنی یقش میگیره. بکن بابا، قانون قانون دم از قانون میزنه. نه اون آمریکایی‌ها قانون حالش میشه، نه اون رئیس پاسگاد. اونم یکی مثل تو، یه آدمایی که قانون نمیفهمن. میفهمی؟ برو خدا رو شکر کن ناصر از راه رسید دخترت نجات داد. من نشنیدی با اون دختر چیکار کردن ها؟ سب کن فرخ، فرخ سب کن، تا که میخوای به این دستگاه خدمت کنی؟ وقتی که بتونم جلو هر بیقانونی رو بگیرم. بیقانونی یعنی همین رئیس پاسگاه، همینی که باش در افتادی. آره در افتادم، نه مثل تو. من راه خودمو میرم، راه قانونو. یعنی چی؟ میخوای ازش شکایت کنی؟ فکر کردی اون دست تنهاست؟ شریف من نه به کمک تو، نه اون خانواده، نه اون طایفه که میگی پشتمه هیچ احتیاجی ندارم. دیگه هم تو کار من دخالت نمی کنی، فهمیدی؟ فرخ داری خودت گول میزنی. فکر کردی این دستگاه خوبه؟ این دستگاه فاسده. هزار تا مثل تو هم نمیتونه این درست کنن. خودتو بیار بیرون از این دستگاه، خلاص کن. جای بهتر از اینجا سراغ نداشته قرار بذاری؟ نمیخواستم تو بازار ما رو با هم ببینم. آوردیشون؟ دست درد. فقط یادت باشه اسم من هیچ جا نمیاد. نگران چی هستی رفی؟ ما فقط داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم. فرو ما نه، این تویی که داری یه کارایی میکنی که معلوم نیست عاقبتش چیه. خیلی خوب، از پاسگاه چه خبر؟ هیچ، همه دارن درباره تو صحبت میکنن، اینکه چه قجیگر داری. فرخ جان رستمی تقاضای تبعیدت کرده، میدونی کجا؟ براوان. شب دراز و قلندر بیدار، حالا میبینیم که اول تبعید میشه. آقا فرخ یارو مار زخ خورده است، داره هست و نیستت بیرون میکشه، از مدرسه دخترت گرفته تا محل کار خانوم تو چردا. غلط کرده بزنه بچه من نزدیک بشه. آره غلط کرده، ولی من میدونم، تو هم خوب میدونی که هر غلطی بخواد میتونه بکنه. آقا فرو کجا میرم؟ ستاد کل لباس. با این لباس به کسی چیزی میگه بروسم بس.
پرنده پر نمیزنه به گرده یه غمزره، محبت سر نمیزنه که به لبوش گرم زبون. ممنون سرکار، خداحافظ. خوش آمدید. بفرمایید. بسوار بفرمایید. سلام عرض کنم بابا. سلام استوار پارسا، حالت چطوره؟ به مرحمت شما، الحمدلله بابا، بد نیستی. میبینی زمانه چه بازیایی با آدم داره استوار؟ توی این سه سال دائم گزارش خدماتت به من رسیده، یه مأمور لایق و وظیفه شناس که امان از خلافکارا و قاچاقچی های منطقه رو بریده. ممنون بابا. ترفیع درجه حداقل حقته، باورت میشه؟ نامه ترفیعت الان روی پرونده است، ولی متاسفانه یه نامه جدید اومده روی پروندهت. باورم نمیشه فراری دادن یک زندانی جرم کمی نیست. جریان چی استوار؟ عذر میخوام قربان، فکر کنم سطفان رستمی توازه تبید منو کرده. درسته؟ سرعتا باید خدمتمون عرض کنم قربان، جرم زوکتر و سلطان رستمی مرتکب شده. من تمام مدارکشم جمع کردم بردم خدمت شما. ملاحظه بفرمایید قربان. خبرها میرسه پدر پدر سوختش در میارم. قربان خیلی عذر میخوام، اگه خاطر مبارکتون باشه یه ماه پیش من یه زندانی رو آوردم اینجا تحویل دادم، سردست قاچاقچیا، الان آزاد شده و داره برای خودش راست راست میگرده. چطوری همچیزی ممکنه؟ حتما تحویلش دادن دادگستری، اونجا اعمال نفوذ کرده. خیر قربان، بنده آمارشو گرفتم، قبل از تحویل دادگستری آزاد شده. باشه، حتما بررسی میکنم. ممنونم قربان. قانون قانونه، به خصوص برای ما نظامی ها. ما نظامی ها باید تابع قانون باشیم، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه قربان. شما خاطر مبارکتون از اعلی حضرت فرمودم که. خیلی خوب، گفتم حق با توه، رسیدگی میکنم. مرخصی استوار. بله قربان، با عزت. پاسگاه سپیدان بیگیر، سطفان رستمی میخوام صحبت کنم. فراموش هم نکردی؟ سلام هستم. معلوم که فراموش رو نمی کنم، برحال همسایه ایم. البته بگم اما فقط به خاطر تو نمیدم احباس، کارهای دیگه هم داشتم. آن هستم، من هزار یه نفر رو دیدم تا بتونم بیام ملاقات تو، یه تخفیف کوچولو تو حکمت بگیرم. معلومه 6 ماه حبس دادنو. 6 ماه حبس؟ مرد حسابی چپ نگاه کردم به یه آمریکایی کلی جرم داره، تا زدی یکیشون لطو پار کردی. بل خدا رو شکر کن که گورشون رو گم کردن رفتن؟ آره، هر زمان متوجه شدم خونتونم تحت نظره، تلویم به خانمت گفتم دام سفارش کن مواظب باشه چون پای اونم گیره. ما میدونم دلت با مردمه فرخ. قانسه، من دلم با نظم قانونه. قبول نداری یه وصلی ناجوری توی نظامی؟ اصل ناجور اونایی هستن که این دستگاه رو بکند کشیدن و قانون زیر پا گذاشتن. استوار کدوم قانون؟ ببین آقا ناصر، واسه من قانون قانونه، به خاطر همین حرفاتی که من ازت فاصله گرفتم، چون افکارتی میشنزم. این بارو ما حرفت نشنیده میگیرم، تا این بهتر جل زبرون تو بگیری تا زودتر از اینجا آزاد بشی.
هرچند با شناختی که از استوار پارسا دارم مطمئن بودم ازش بعید دست به همچی کاری بزنه، ولی باز به خواسته شما عمل کردم، رفتم تحقیقات کردم، هم از خودش هم از اهل محل، ولی یه دونه مدرک که بر اساسش بشه اینو دستگیر کرد پیدا نکردم. گاسپود شما نمیخواید که عقب نشینی کنید، خب باید بگردید، شاید شاهدی، نشونه‌ای، مدرکی پیدا بشه. مشکل چیه سلطان؟ اونم میگه میخواد بره از شما شکایت کنه. نکنه همه اینا بهونه است برای اینکه پای منو به این دعوا بکشونی. ای بابا باز راست. خداحافظ. برامی ماشین روشن کن. چند شور با برو تو ماشین. چش خوربا کی؟ بله سر. برو مادرتو صدا کن. مادرم نیست. بزرگترتو صدا کن. بزرگتر نیست الان، بابام رفته اهواز، منم فقط. بفهمین شما دختر استوار پارس هستی؟ بله بله. چه نیشت هم که بازه، حتما همونی هستی که یه ما پیچ چند جال بپا کردی. شما حتما که از همکاری پاسگاه بابامی. همکار؟ من رئیس باباتم. آم پس بابام یعنی به خاطر شماست که دیگه نمیاد سر کار. بابات یه غلطی کرده که حتما اخراج شده. بابای من چی کار کرده؟ بابای من خیلی مرد خوبیه. بله تو هم دخترشی که اینقدر گستاخی. من گستاخم؟ من فقط هم تمرد بزن. بابای من خیلی مرد خوبیه. بله بفرمایید. شما مگه کوری؟ این درجه و لباس و این جیب میگه من کیم؟ آره ببخشید، حواسم به لباس و درجه و جیپتون نبود. من دایی ایشونم. دایی تو برو داخل، من جواب جناب سروان میدم. من با تو کاری ندارم، برو رد کارت. عرض کردم من دایی ایشونم، هر کاری هم داری من در خدمتم. من گفتم با تو کاری ندارم، دخالت نکن، برو رد کارت. جناب سروان چرا بدی بیرون میگی؟ درست صحبت کن. سلام. سلام علیکم. شما باید مهری خانم باشید درسته؟ خانم پارسا. بله استوار پارسا منزل نیستن، شب میام. میدونم، اومدم با خود شما حرف بزنم در رابطه با شوهرتون. با خواهرم کار نداریم، با شوهرش کار دارین. صبر کنید تا خودش بیاد. تو مثل اینکه متوجه نیستی با اصلا شب میکنم. میگم کافیه، اشکال نداره، بفرمایید. فکر میکنم بی خبر باشید، شوهرتون یه غلطای زیادی کرده، یه زندونی رو فراری داده. نمیدونم پولی حق حسابی گرفته یا نه، اما کار خودشو خراب کرده، تازه راه افتاده به این و اونم اتهام میزنه. اومدم با شما حرف بزنم، شاید یه کار کنید عقلش راه بیفته، دست از کاراش برداره و بیاد بریم عذرخواهی کنه. اینجوری شاید کاری کنم که پروندهش خرابتر نشه، اما اگه دست بر نداره اینجوری چوبشو خودش نمیخوره. شما بچه ها بیشتر لطمه میبینید. باش بهش میگم. آره بهش بگو. امیدوارم که متوجه موقعیت خودتون شده باشید. سوارشو بریم. سلام دختر. بابا من خودم میگم. این آقای کیمیا. بله
پپونم چی شده؟ بابا امروز این آقایی که رئیس پاسگاه شما هست مده. خب من هستم اینجا خودم توضیح میدم، شما بفهمید. اتفاقی افتاده؟ اتفاق هر روز داره میفته فرخ، دیگه تا پشت در خونه هم رسیده. چی شده؟ بابا برین تو اینو... میخوام دو کلمه باباتون تنها صحبت کنم، برین تو اتاقتون. خیلی برو بابا، برو برین تو اتاقت. برو چرا داره؟ فرخ اگه ما رو واقعا دوست داری از کارت بیا بیرون و خلاص. تو رو خودم ادی ادام نده، من الان خورد خستم از اهواز میام پیگیر کارام بودم، حوصله ندارم. بهت قول میدم همه چی درست میشه. حالا بگو ببینم چی شده. چشم صدفان رستمی امروز اومده بود با من حرف بزنی، میدونست احوازی. صدفان رستمی اومده بود اینجا در خونه ما؟ بله، تشریف آورده بودن که منو بچه ها رو تهدید کنن. گفت اگر استوار پارسا به کاراش ادامه بده، هر چی دیدین از چشم خودتون بده، هر اتفاقی ممکنه برای خانوادتون بیفته. نمیدونم چی کارش کنم، یا باید بذارم به کسافت کاریاش ادامه بده یا بذارم. یا نداره فرخ جان، یا نداره مهری جان، من با تو صحبت کردم، انتظار دارم تو یکی بفهمی من دارم چیکار میکنم. نمیفهمم، تو خودت هم نفهمیدی. یارو هفت خطه، هر غلطی توی مملکت دلش بخواد میتونه بکنه. میدونم میدونم، دعا کن هر چیز زودتر جواب درخواستش بیاد تا از شر این مرد که آشغال خلاص بشیم. درخواستش؟ کدوم درخواستش؟ آره درخواست کرده منو بفرستن یه جای بد آب و هوا و پرت و پلا. برابا جمع کن بریم. بابا تبعیدت کردم. سلام فرخ. سلام، خیر اول صبح. لباستو بپوش بریم پاسگاه. چی شده؟ نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، ولی چطور بگم، چه منمن میکنی؟ بگو چی شده دیگه. پشت تلفن شنیدم میگفت استوار رو بدبختش کردم. چی؟ رستمی؟ آره. سلام مری خانم. سلام گروبان. چی؟ هیچو، یه کار پیش اومده، من باید یه سری برم پاسکو برگرد. از شما میپرسم گروبان رفی، منظورش چی بوده گفته بدبخت؟ صدفان هر کاری میتونست کرد، نامه پشت نامه، تلفن پشت تلفن. دیشب جوابش اومد، البته هنوز کسی نمیدونه چه خبر. بری تو کجا؟ من میام. کجا میای دنبال من؟ بیبرو تو پاسگاه که جای زنان نیست. بابا میخوام بفهمم یارو چه بلایی میخواد سرمون بیاره. لا بلایی این که بخواد سرمون بیاره، میخوای بیاد از التماس بکنی؟ بابا نگرانم، نمیتونم تکی تنها تو خونه منتظر بمونم که. خواهش میکنم برو تو، نگران نباش فرخ. برو تو مهری، برو تو، آبروریزی نکن. چی شده قربان؟ اگر غرب سلام قربان. علیک دکبوزت چی شده؟ چیزی نیست قربان، صبح خوردیم زمین. خوردی زمین؟ آره بله قربان، خوردیم زمین. فرخ جون من دیگه با صدفان یکی بدو نکن، حکمته بگیر بیا بیرون. خیلی خب برو. قربان استوار پارسا اگو بیاد تو. چش قربان. در رو ببند.
چشم. سمیر رو فراری دادی، دستور دادم دستگیرش کنی، به جاش رفتی خونه خوابیدی، رفتی اهواز علیه من گزارش و مدرک به ستاد دادی، فکر کردی میتونی توی بی دست و پا منو کله پا کنی؟ بابا من طبق وظیفه که داشتم. حرفشو برفم گوش کن. هنوز از پله های ستاد نرفته بودی پایین، من خبر از کارت داشتم، میفهمی استوار؟ نه 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 نمیفهمی، تا حالا نفهمیدی بعد از اینم نمیفهمی. چند سال خدمتی؟ 23 سال. 23 سال؟ یه عمر استوار، اما تو عمر تو به باد دادی، چون یاد نگرفتی که نظامیگری یعنی اطاعت بیچون و چرا، یعنی دستور مافوق. نفهمیدی سرپیچی از دستور یعنی تمرد، یعنی سیاه کردن پرونده، دادگاه نظامی، تبعید. خیلی چیزای دیگه از که یاد نگرفتی، یعنی نفهمیدی. یه نگاه به خودت بنداز استوار، این 23 سال چی داری برای خودت به جز یه آلونک؟ تو نفهمیدی که نظامیگری همش دستور و مافوق و اطاعت نیست. سگ تو زدن دنبال قاچاقچی و دزد و خلافکار نیست. تو باید سهمت هم بتونی بگیری، تو باید حق تو از این مردم بگیری. اما نفهمیدی، 23 ساله که نمیفهمی. نمیفهمی استوار. بیا اینم نامه، پرونده تو با چند تا گزارش سیاه کردم استوار، منتظر بودم درخواستم رو قبول کنن و بقیه خدمتت رو توی برابان بگذرونی، اما داری سر از تهران در میاری. میفهمی یعنی چی؟ یعنی دادگاه نظامی. اما اگه بفهمم دهن باز کردی، دهن تو گل میگیرم. 10 روز وقت داری که خودتو معرفی کنی، ولی از فردا دلم میخواد دیگه تو شهر نباشی، مفهومه؟ ازم متنفره نه؟ میخوای خرخرمو بجایی؟ نه؟ بزن بزن دیگه، چرا معطلی؟ بزن خودتو خالی کن، بزن دیگه، نمیزنی؟ بزن بزن دیگه مردی که این دل جرأت هم نداری. مرخصی، وسایلتو جمع کن، کاراتم تحویل گروهبان رفیعی بده، برو. چشم بود داد میزد، طبیعی چی شد؟ نمیدونم. ببین جواب اینجور درخواست ها حداقل 20 روز یه ما طول میکشه تا بیاد، ولی مال تو یه هفته ای اومد. فرخ یه چیزی بگو، گفت که کارا رو از تحویل بگیرم. از که مثل سگ پارس میکرد، نامیداد من معرف کرده دادگاه نظامی. دادگاه نظامی؟ تهران؟
آره تازه تهدیدم کرده دیگه از فردا اینجا نباشم. فرخ به خاطر زن و بچه دیگه دست بردار. نه نمیذارم به این زودی خیالش راحت بشه و به کثافت کاریاش ادامه بده. باید برم تهرون. تهرون؟ هر کدومتون یه دونه شو وردارین تا هفته دیگه در موردش حرف بزنیم. چی میگن؟ بحث سیاسی میکنن، نوار سخنرانی گوش میدن. تو هر جایی که باشی میتونی برنامه‌هاتو داشته باشی. میخوام تهران. من به مامانم هم گفتم من نمیخوام باشون بیام تهران. دیگه از پس دخترت بر نمیام اینجا. میخوای قول زنجیرش کنی؟ میخوای؟ میخوام یه گزارش در رابطه با کارهای استوار تنظیم. ولی قربان، ولی سلطان نامرده. دو روز بهت مهلت میدم جولو پلاستو جمع کنی از منطقه من خارج شی. سلطان رسل، سلطان ای